بیا هم په خیر راغلی، بحث ته دوام ورکو. قسمی صاحب، مخکې مو د اجماع خبره وکړه. اجماع په سیاسي برخه کې هم کیږي او کنه؟ ځکه چې د حکومت د مشرانو ترمنځ هم د سولې په اړه یو واحد دریځ نشته. ولسمشر په یو نظر دی، اجرائیه رئیس په بل نظر، د معاونین په بل نظر دي. یعنی تر ټولو مهمه دا هم ده چې باید په سیاسي کچه د حکومت په کچه هم اجماع رامنځته شي د سولې د خبرو لپاره. په دې برخه کې د سولې عالي شورا څه کړي؟ شما اگه اشاره مهم داشتین به این که وقتی که ما اجماع ملی میگیم، در رأس از او اجماع سیاسی وجود داره و واقعا شخصیت های مؤثر در این پروسه شخصیت های دولتی هستند، مخصوصا در چوکات حکومت یعنی اجرایی. دیگه از او واسطه هر نوع تشتت و چند گونه اندیشه در برابر پروسه صلح در بین اراکین دولت هی به ضرر پروسه صلح است. ما خواست کدوم که ما باید از یک موضع قوی قدرتمند به مذاکره بشینیم و این موضع وقتی به دست میایه که ما پشتیبانی مردمی و حکومتی رو با خود داشته باشیم. لحاظا شورای عالی صلح در رأس مسائل استراتژیک خود امیر قرار داده که ما به طرف اجماع پیش بریم، ما به اصطلاح صدای خود بلند کنیم که ما به وحدت نظر شما، به وحدت عمل شما ما نیاز داریم. صلح در سایه وحدت ملی پیش میره. بله. او بلا مهم مسئله قاسم یار صاحب، تر ډیره ویل کیږي چې د سولې په مخامخ خبرو کې، یعنی هغه مهم تماسونه چې باید له مخالفینو سره ونیول شي، هغه ته بیا د سولې عالي شورا نقش ګونګ وي. یعنی دوی ته تر ډیره خپل حکومتي مشان لوړپوړي چارواکي له طالبان سره پټې ناستې کوي، خبرې کوي. په دغه نوې ستراتیژۍ کې د سولې عالي شورا دغه نقش او صلاحیتونه زیات شوي دي او څه بدلون پکې راغلی دی او کنه؟ دیدگاه ما مبنی بر آوردن یک صلح عادلانه، جامع و پایدار است و هر سه از این صفات که باید عادلانه باشه، جامع باشه و پایدار باشه، این محتاج وحدت ملی است. درست؟ و یقینا که ما به صدد از این هستیم که از طریق امی حقانیت دعوت خود که دعوت به صلح هست و خدا می فرمایه و صلح و خیر، پس از طریق از این دعوت ما مشروعیت خود روز افزون داشته باشیم و برحق بودن ما ثابت باشه و همونطوری که صلح خواهی مردم ما ثابت است. امروز سنگ و چوب کشور ما صلح میخواهد، از بس که این چندین دهه است که اینها دود و آتش و باروت و بوش استشمام کردن. دیگه به هر حال ما امیدوار هستیم که انشالله و تعالی ما را حکومت یاری بکنه. امی نقطه که شما گفتین که کمک کنه، ما او رو متفاوت میبینیم. او عبارت از این است که این دیدنهای مخفی و این تماسهای غیر مستقیمی که مقامات امنیتی ما میگیرن، استخباراتی ما مثلا میگیرن، ما ایره به شکل مداخله در امور شورای عالی صلح نمیدانیم. به خاطر چی؟ که اینها میرن تا زمینه رو مساعد کنن، به اصطلاح عامیانه که بگیم جاده رو صاف کنن، راه رو پاک کنن، صاف کنن که باز اینا حاضر شون به مذاکره، باز اینا بیان به میز مذاکره. هر وقتی که مذاکره را، که مذاکره یک اصطلاح و مفهوم خاص خود داره که با یک آجندا، با اعلان طرفین مذاکره، با صلاحیت های معین در زمان معین در مکان معین طور جدی آجندای متمرکز
ایره ما مذاکره میگیم و باز توافق کردن که این خاص از صلاحیت های شورای عالی صلح است. اگر حکومت این کار بکنه او وقت است که ما صراحتا اعتراض خواهیم کرد که این مداخله است با وظایف ما. اما این زمین سازی ها را ما به دیده قدر میبینیم، نه به شکل مداخله. او بل قسمی ارسه ده استراتیجی چی تاسو یادونه وکړه 15 کلونو لپاره جوړه شوې څومره به عملی وي او څومره خوشبینی ورته موجوده؟ خب ما سال به سال ارزیابی کلی میکنیم از کارکرد یک ساله خود و در ارزیابی ما میتونیم درک بکنیم که چقدر نقاط ضعف داشتیم، چقدر نقاط قوت داشتیم، چی چیزها ما چالش هایی بوده که ما نتونستیم پیش بینی بکنیم و به اصطلاح که میگن trial and error که خطا شوه باز اصلاح شوه و کار پیش بره. دیگه به هر حال ما امیدوار هستیم که اگر امی طوری که تا حال پیش آمده اگر ما حکومت با پشتیبانی مردم، نهادهای جامعه مدنی، جوانها، دانشمندا، پوهنتونها، علما، علمای دینی، اینا همه که دست به دست هم بتیم، این موقع ما و این موضع ما و موقف ما بسیار قوی خواهد بود. صحیح. او قسمی ارسه پای روسو یکی در جگره دیر پیچله شوه، مخی تاس پلومروی که شعره وکره چه و سیمیز قدرتون هم پای جگره که داخل شویدی، دغه وضعیت تا پکتو سمر خوشبینی موجوده ده چه او با کوله شی تاسو مستقیم مذاکرات و نتیجه شرایط برابر که او بالاخره یوی سولې ته ورسیږو، هغه سوله چې تقریبا له 15 کلونو راهیسې مونږ ارمان دو، هر ورځ په دې تمه چې جګړه بدریږي، بالاخره داسې کوم خوشبینی هم موجوده ده شته او کنه، او که یا مونږ به په دوامداره جګړه کې هم داسې کېږو؟ یعنی ما باید در عمل ببینیم که آیا همین قسم توسعه که بازیگرها پیدا کردن در این موضوع، یعنی به اصطلاح تعداد بازیگرها زیاد شده میره، آیا اینها با حسن نیتی که کمک بکنن به صلح و ثبات افغانستان ایجاد شدن، یا خدای ناکرده اینها برای تخریب و تضعیف هستن و یا شدت جنگ است که اونا هم مقاصد خوده؟ فرض میکنیم رقابت در بین روس و امریکا باشه، رقابت در بین کشورهای ناتو و کشورهای همسایه دیگه ما باشه، اینها تصفیه حساب خود بیاین به سر زمین ما بکنن به قیمت جان ما مردم، این خود درست نیست دیگه، که متاسفانه تا آل امیر قم است، به منافع دیگرها جنگش به سر ما میانه، سلاح‌های خود به سر ما امتحان میکنن، استراتژی‌های خود به سر ما تطبیق میکنن و تمام این بدبختی آماده جمع شده و به اصطلاح به سر خاک ما است و این برای ما حالت بسیار رقتبار است و متاسفانه اگر این کشورهای همسایه با ما همکاری نکنن، کشورهای منطقه با ما همکاری نکنن، مثلا چین همکاری نکنه، روس همکاری نکنه، آسیای میانه، کشورهای مثلا ایران، مثلا پاکستان، ترکمنستان، دیگه همسایه ازبکستان، اینا با ما، تاجیکستان خو گفتم، اینا با ما همکاری نکنن، کار ما دشوار هست، دشوارتر میشه. پس از او است آل دولت ما در راه آوردن اجماع بین المللی اینا کوشش دارند، مثل که ما در اجماع ملی تلاش داریم، حکومت ما در راه آوردن و تأمین و تحقق یک اجماع بین المللی و منطقی، اول منطقه بعد از او فرا منطقه را قسمی ارسا فکر که حکومت سیمه ایز اجماع که ناکام نشو زکر چه از خومنگ اولی دل چه عملا بلاک بلاکونو ویشل شو سیمه پاکستان، روس، آمده چین و ایران یوی خواته و افغانستان و هند و نور و دونه بله خواته سرده امریکا، نو فکر نکوی چه در سیمه ایز اجماع هستی هم ناکامی دی؟ ولی فعلا ما
با شما موافق هستم به ای که این نوع چندگونگی فکر میکنم به ضرر ما تمام میشه. یعنی ظاهرا من نفع نمیبینم به این چند دستگی، به خاطر ای که صلح و ثبات پایدار در افغانستان زمان میایه که همسایه ها با ما همکار باشن، سرنوشت اقتصادی خود ما با هم گری کنیم و با هم یک جا به شکوفایی اقتصاد کار کنیم، از لحاظ ترانزیت، از لحاظ تجارت، از لحاظ دیگه مسائل اقتصادی، حتی اجتماعی و سیاسی و امنیتی، به خاطر اینکه ما همگی گری خوردگی هستیم با ما. یعنی این گپ گزاف نیست که ما میگیم که صلح و ثبات افغانستان معنای تحکیم صلح و ثبات منطقه را داره. شما باور بکنین، آل خود دیدین مسئله افغانستان جهان تکان داد 11 سپتامبر خو نسبت میتن به القاعده. القاعده با کجا بود؟ به همین آغوش با شما بود، به همین جا بودن. یعنی مسئله افغانستان کس ایتو نبینه که خب خیر است این بلا هرچه کس هم سر افغان ها هست، بمانین که اینا همو افغان های هستن که خب بریتانیا کبیر رو به زانو در آوردن، این همو افغان های هستن که اتحاد شوروی رو به زانو در آوردن، نکنه که باز یک ابر قدرت دیگر باز اینا به زانو در بیارن، پس اینا رو بیاریم آغشته بسازیم به این بلا. یکی از اهداف امی است که ما همو که بگه تاوس پرش بلای جانش است. و ما امی مثلا ممكن. که امی جهادگری قوی و امی که ما ابرقدرت را به زمین در میاریم و ابرقدرت به گورستان میفرستیم، اینی موجب از این شده که ما را رمان که سر بالا کنیم. قسم یار سیاه بلا مثلا برون زنی بحرنی رسانه در سراپور نخبر کرد چه افغان حکومت په پام کې لري چې طالبان او د هغوی کورنۍ ته یو مسوونه سیمه جوړه کړي په افغانستان کې، د دې لپاره چې د پاکستان له سلطې ووځي او همدارنګه د سولې مستقیمې خبرې برابرې شي او یا که سولې نه کېږي نو همدلته د جګړه وکړي. د سولې عالي شورا له نظره دا څومره مؤثر کار دی؟ دا به وکولی شي چې مخامو خبرو کې مؤثر تمام شي؟ ببینین ما خو به شکل اساسی تر بگویم، ما کدام په شرط به مذاکره نداریم که یعنی کسی به ما بگه پیش از پیش که ما این شرط این شرط این شرط شما به جا کنید، مثل که میگن که باید نیروهای خارجی برای خود نیروهای خارجی وقتی که صلح و امنیت برقرار شد نیروهای خارجی یک روز هم نباید اضافه بمانند به کشور ما. خب ببینید شما میگین نیروی خارجی برای ما میاییم صلح میکنیم، در حالی که تو بیاد صلح کن نیروی خارجی اوتوماتیک میبرای. خب میخوام بگم که افغان ها مطابق به قانون اساسی حق دارن به هر نقطه از قلمرو کشور خود که زندگی میکنن زندگی میکنن. اگر ای یک تدبیر باشه به این معنا که جای امنی، بله وقتی که میاین ما باید امنیت کسانی که به پروسه صلح میپیوندن امنیتشان را تضمین بکنیم و تا جایی هم که میتونیم به ای که اونا راحت تر بمانن و خودشان اولادشان از حقوق شهروندی استفاده بکنن، از حقوق تابع بودن افغانستان استفاده بکنن، حقوق اساسی که در قانون اساسی آمده استفاده بکنن، ما باید این تدابیر بسنجیم. اما این قطعا به این معنا نیست که ما یک منطقه را اختصاصی بالاخره بکنیم که خدای ناکده از این بوی تجزیه و تقسیم نباشه که ما یک قوم رو بگیم تو بم یک منطقه باش بس، ایتو نه. اما برای از این تدبیری که اون مطمئن شوه که این من در آسایش هستم، در امنیت هستم، این تدابیر به اصطلاح احتیاطی بگیم و امنیتی، اینا اشکال نخواد داشتن. صحیح. او بل په دې ورسه که دست کاری چې طالبان هم کوشش کوي له پاکستان روزی، د پاکستان د طالبانو راوتل او بلاخره د واد د پوز او د استخباراتو له منګولو طالبانو خلاصېدل، دا کوم تحول ده او کنه مرسته به وکړي؟ دا کلان گپه، اصلا امی چالش کلان است که ما رهبری طالبا به او طرف سرحد است و ما ملاقات ما که از اونها به اجازه استخبارات پاکستان میشه. پس اگر اینا از زیر سلطه استخباراتی بیرون شوند
خودشان آزادانه به حیث افغان فکر کنن، من فکر میکنم زودتر میاین به ای که وای ما خو خانه خود خراب کده میریم، خو این خانه تو چی امروز چی سبا تو به این خانه خو میایی، تو نباید خانه خود ویران کنی و هم خانگی خود اعضای یک خانواده هستن افغان ها. ای مثلا کشتار طفل و زن و مرد و ریسفید و ریسیا و عالم و بیگناه، ای خو اصلا عمل نابخشوده نیست. اینها به فکر خود میاین، آل خود تلقین میشن، آل خود تعلیم میبینن، آل خود مخشویی میشن. شما رو به خدا یک کسی که میای انتحار میکنن، جوان میای انتحار میکنن، ای جز از ای که ایر مخشویی کردن، ایر برش گفتن که تو اینمیانه که انتحار کدیم راسن میری به بهشت، در حالی که شریعت مقدس اسلام صراحتاً این میگه کسی که انتحار کنه روی بهش نمیبینه، به خاطر که او توبه کردن از این عمل خود فرصت نداره، میره فرصت توبه نداره. لحاظا اینا رو مخشوی من بر شما خوب از وقت استفاده میکنم. راوی های کلانا بودن در یک سفری که کرزای صاحب پاکستان داشتن با صدر اعظم و رئیس جمهور، امو وقت میگن امو اینجا صحبت شده با امو جلسه کلان که یکی که مثلا قصد انتحار کرده بود که خودش نیمه یعنی به اصطلاح زخمی شده بود از بین نرفته بود، باز این به شفاخانه برده بودن امو اینجا به تداوی، نرس با امو لباسای سفید گرفته بود که این به اوش آمده بود دیده بود، گفته بود کجاست او هور دیگه شما، برای ما خو گفتن که چندین تا هور برای شما میایه، شما خو با ما یکی را آورده. یعنی تا این اندازه اینها را مخشویی کردن. قسمی هر سب دقیقه میواستون در پرتون که فراتی ذهنیت د سولې د شورا یوازې هم دغه د سولې خبرې پر مخړی او کده سود د جګړې د عواملو د محوکول لپاره هم کار کوي، ځکه تاسو یادونه وکړه چې په دغه ستراتیژي کې یو مهمه برخه ده چې د سولې کلتور باید نهادي نه شي په ټولنه کې. بله بالکل سوال خوبی کردین، سوال وارد است. ما واقعا به ریشه ها پرداختیم و باید هم بپردازیم، یعنی از موضوعاتی که ما تحقیق و ریسرچ بکنیم، یکی هم امیز که به ریشه عوامل برویم. حالی این جنگ و این حالت خب معلول است، علت داره، ما بریم علت پیدا کنیم، علت از بین ببریم که معلول اوتوماتیک و به طور منطقی از بین برویم. درسته؟ بله. پس شما خوب گفتین ما ریشه های خب عدم آل ببینین، عدم رضاییت، بی‌عدالتی ها، فساد، ای مواد مخدر، ای زورگویی، ای هر کسی که به هر کس به حقوقش تجاوز بکنه، ای بیکاری، ای فقر و دیگه پدیده های شوم بعدی که از فقر نشأت میکنه، اینا همگی وجود داره، اینا عوامل هستن. خب اینها یک شبه اسلام نمیشه، اینا وقت به کار داره، اما وقت پایدار میمانه صلح و ثبات در کشور ما که این عوامل کم شون. بله دیگه عوامل و مثلا دیگه چه میکانیزمونه تاسو در استراتژی که پام کنی ولی په خوانځي کې به د سولې کلچر تدریسيږي، په جمعهتونه کې به ملای امامان په خپل واس کې دغه کار کوي، کنو روشونه میږي هستند، اینها روشهای قبول شده هستند، روشهای اساسی هستند که در نصاب تعلیمی مکاتب درسهای از صلح باشه، از دیگر پذیری باشه. ولی ببینین ما یک وقتی به مکتب یادم میاد که ما به صنف یک و دو سه که بودیم خیالم که یادم میاد که ماما خرکار را زد، به مکتب ما به کتاب درسی خود میخواندیم که ماما خرکار را زد، یا تی تفنگ وی تفنگ، یعنی اصلا این چی میکنه، ما از ابتدا اولاد خود به زدن و به ای که یکی یکی دیگر بزنه و زردست در بالادست بزنه، ما این درس میتیم، در حالی که صلح و دیگر پذیری و تساوی حقوق ده که زردست و بالادست از لحاظ حقوق انسانی خود یکی هستن. خب به هر حال
اینا مسائل بسیار پیچیده هستند. این تنها شورای عالی صلح نمیتونه با ما پوهنتونها همکار باشند، مکاتب همکار باشند، وزارت معارف خیلی کار کرده میتونه، وزارت اوقاف خیلی کار کرده میتونه که این علمای ما، این ملا اماما و امامای مساجد اینها درس بتن، اینها به صلح. آلی ببینین که اونها هم پرخاشگری را یک عده پرخاشگری را چیز میتونن، ترویج میکنن. بله که این درست نیست. او دغه ځینې دینی مدرسې موس په خوا د سوي چې په پاکستان کې به افغانانو زکر کول، هلته دینی مدرسو کې هلته کاملا داسې افراطي ذهنیت دوی ترویج کېده. اوس ځینې مدرسې یا خپله د مدرسو زده کوونکي افغانستان ته راغلل. دلته موس داسې مدرسې شته چې هغه دولت سره رجستر نه دي، ولې عملا د دولت په ضد پکې تبلیغ کېږي او هلته پکې مخالفین روزل کېږي. د دې لپاره هم د سولې عالي شورا کوم تدابیر لري؟ والا شورای عالی صلح ضمن برگزاری کنفرانس ها، سمینار ها و امثال از اینا با علمای دینی، علمای جید دینی از جهان اسلام و اشتراک در همچون کنفرانس ها و تماس ها با مقامات وزارت اوقاف و ارشاد، این مسائل گاه گاه ما صحبت میکنیم و رویش ما امیدوار هستیم برنامه سیستماتیک داشته باشه که امی کار ما پیش ببریم، به خاطر که مسئله صلح با امی که صدای تفنگ خاموشه صلح برقرار نمیشه. صلح یک پروسه است همیشگی، تا انسان زنده است به صلح نیاز داره و باید برنامه داشته باشه که صلح تأمین بکنه. دیگه از اون واسطه واقعا خیلی هم ضرور است که ما جوانب مختلف آموزش ها را و جلو افرادگرایی را بگیریم. آلی یک عده کشورهای افرادگرا پول میدن به بعضی اشخاص و مقامات اینها که اینا افرادگرایی را ترویج کنن، حتی جنگ دینی مذهبی را بندازن. بله شته و خشونت را ترویج بکنه. بله قسم یار سب که پورستیو که باس را طول کو پدی چی په لند محل کې څومره خوشبینی شته او په وګد محل کې څومره خوشبینی شته چې مونږ وکولې شو دغه هدف ته ورسیږو. خب تلاش در به اصطلاح کوتا مدت وجود داره و ما باید نتایجش هم باید ببینیم و با مردم خود عرضه کنیم که این نتایج و دراز مدت کار دراز مدت کاره. پلان یک پنج ساله پلان نه، که چندین پلان پنج ساله ما باید داشته باشیم که در راستای صلح و نهادین ساختن صلح و ایر مستقر بسازیم، عوامل جنگ را خلاص کنیم، عوامل نارضایتی را خلاص کنیم، حکومت داری خوب. حالی ما یک تنها فعلا اما ادبیاتش را به کار میبریم. بله مثلا میگیم حکومت داری خوب، مثلا شفافیت، مثلا حسابدهی، مثلا دولت پاسخگو، حکومت خدمتگار، این حقوق بشر که چی اینا هم میگی فعلا ما در یک ادبیات اینها رو به کار میبریم، در حالی که در عالم تطبیق خیلی پای ما لنگه. ډیره ډیره مننه. دا چې په افغانستان کې جګړه هم ډیره اوږده ده، یعنی څلور لسیزې افغانستان په جګړه کې ده، مونده چې تدبیر ته ضرورت لري او هله چې مونږ یو ورځ پایدار سولې ته ورسیږو. درنو لیدونکو، د نظر او د خبرو نظر خبرونه هم دلته پای ته رسو. تر بیا مو په لاس پاره ښه وخت. ډیره مننه کوم.